سلام بر پیشوای آزادی خواهان، سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بنده های خدا را از جهل رهایی دهد. السلام علیکم و رحمت الله. عظم الله اجورنا بمصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا الله و ایاکم من الطالبین بفأره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیه السلام. عرض تعزیت خدمت یکایک شما بیننده های محترم شبکه مقدس امام حسین علیه السلام. انشاءالله که عزاداری های ایام اربعین حسینی در هر کجای این کره خاکی هستید مورد قبول خدای متعال و باعث تسلای قلب داغ دیده حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف بوده باشد. در شامگاه سه‌شنبه 22 شهریور 1401 با 964مین قسمت از پخش زنده هشتگ سوژه در خدمت شما گرامیان هستم و امشب از شما میپرسم تبلیغات مسموم شبکه‌های ماهواره‌ای ضد دین بر علیه مشایع اربعین با چه اهدافی انجام می‌شود؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صدا و تصویر بنده را از شهر مقدس کربلا، خیابان قبله امام حسین علیه السلام، از ایستگاه پخش زنده مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام دریافت می‌کنید. در چند متری حرم مقدس و مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم و خیلی عظیم جمعیتی که مشاهده می‌فرمایید در خیابان قبله امام حسین علیه السلام و در تصاویر زنده‌ای که در از حرم‌های مطهر مشاهده می‌کنید، جمعیت میلیونی که در شهر کربلا و در مسیرهای مشایع هستند در پخش زنده‌های شبکه امام حسین علیه السلام مشاهده می‌کنید. پخش زنده و مستقیم از مسیرهای مشایع از بصره و از فاو داشتیم تا اون گروه سیار رسیدن به الان چند روزه در دیوانیه هستن، 150 کیلومتری شهر کربلا. پخش مستقیم به طور شبانه روزی داریم این ایام از مسیرهای مختلف مشایع، مسیر نجف کربلا که از چند نقطه مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام پخش زنده و مستقیم دارد، از عمود 1114 که ایستگاه پخش زنده مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام هست و برنامه های مختلفی رو هم از اون ایستگاه مشاهده می کنید و همچنین از عمود 1 پخش زنده مشایع از اونجا داریم، از عمود 96 پخش زنده داریم مشاهده می کنید، از منطقه سید جوده ورودی کربلا پخش زنده مشایع رو مشاهده می کنید و از مرز مهران
که به صورت زنده و مستقیم مشاهده میکنید و موکب شبکه امام حسین علیه السلام چندین روز هست، بیش از 7 روز 8 روز هست که دوستان ما در موکب شبکه امام حسین علیه السلام مشغول خدمت رسانی 24 ساعته به زائرانی هستند که دقایق ابتدایی ورودشون به خاک عراق هست در مرز مهران و پخش زنده از مرز مهران رو هم میبینید هر روز. به هر حال این جمعیت میلیونی خودشون رو به کربلا رساندند، با تحمل سختی ها، با تحمل مشکلات، با تحمل گرما. هیچ یک از این زائرانی که مشاهده میکنید برای رفاه و تفریح و سیاحت نیومدن کربلا، اینها اومدن که سختی ها رو تحمل کنند، به جان خریدند، با علم و آگاهی به تمام سختی ها مشایه و پیاده آمدند به کربلا. پیاده می آیند که پاشون تاول بزنه، پاشون زخم بشه، مواسات با ام المصائب زینب کبری سلام الله علیها بکنن، مواسات با حضرت رقیه خاتون بکنن و گرما و دیگر مشکلات و سختی ها رو تحمل می کنند، فقط و فقط برای اینکه به زیارت اربعین سیدالشهدا علیه السلام مشرف بشن، دعا کنند برای فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیاری از زائران رو چه در مسیرهای مختلف مشایع چه در کربلا میبینید، فقط یک مسیر کوتاه رو کافیه شما قدم بزنید در این خیابونها یا در مسیر مشایع، ده‌ها نفر رو میبینید که با هر قدمی که برمیداره اللهم عجل ولیک الفرج میگه. اینها میان اینجا برای لبیک گفتن به ندای حلم الناصر سیدالشهدا علیه السلام و با علم و آگاهی هم میان که سختی دارد، گرما هست و دیگر مشکلات، با علم و آگاهی میان و تحمل میکنند این بیش از 25 میلیونی که تا الان به زیارت اربعین امام حسین علیه السلام مشرف شدند. اما همیشه در طول تاریخ تبلیغات مسموم بر علیه مشایع اربعین و زیارت اربعین امام حسین علیه السلام بوده، کسی نمیتونه ادعا کنه که نبوده یا جدیده، فقط نوع بیانش آپدیت میشه هر از چند گاهی و امروزه هم که رسانه ها و ماهواره و فضای مجازی و اینها هست از این طریق هم استفاده میکنند شبکه های ضد دینی و به هر وسیله ای تمام سعیشون این هست که تبلیغات مسموم خودشون رو انجام بدن با اهدافی که دارن که خدمتتون عرض خواهم کرد که این تبلیغات مسموم شبکه های ماهواره ای ضد دین بر علیه مشایع اربعین با چه اهدافی انجام میشه و نظر شما رو هم انشاءالله خواهیم شنید با تماس هایی که برقرار میکنید از طریق واتساپ یا تلفن. کارگردان بریم فیلم اول رو، چند ویدیو و چند مطلب هست که امشب باید خدمت شما نشون بدم و براتون پخش کنم از شبکه های ماهواره‌ای و تبلیغات مسمومشون. چند ویدیو پخش میکنم براتون از تبلیغات مسموم در فضای مجازی، چند تا مطلب براتون دارم و دیگر نکاتی که راجع به این تبلیغات مسموم خدمتتون عرض خواهم کرد. ویدیوی اول رو ببینیم از شبکه های ماهواره‌ای که بی بی سی، ایران اینترنشنال، منوتو، وی او ای، این شبکه های ضد دینی که با تبلیغات مسمومشون ببینید که چه صحبت هایی میکنن. نه وسیله نقلی است، نه چیز رفاهی است، مردم از تشنگی و گشنگی هیچی نبود، هیچی نیست، مردم تو تو آشغالا خوابیدنه، یعنی واقعا ایرانی اینقدر ذلیل شده که باید یاد آشغالا عراقی هم خوابن. مردم عادی که بهشون میگن 5 میلیون تومان پول میدیم، وسیله هست، همه چی هست، شامونهار میدیم و تشریف بیارین، خب میگه میره یه زیارت کربلا، میرم یه پولی هم گیرم میاد میذارم جیبم و یک مثلا بادی هم به کلم میخوره. خیلی از اینا مردم عادی هستند که شاید هم رو اعتقادات مذهبی و باورهاشون میرن.
ظاهرا البته در روزهای اخیر از محدودیت در رسیدگی به وضعیت خود و نبود امکانات در مسیر راه خشمگین بودند. تصاویری که منتشر شده نشان می‌دهد که هزاران نفر در گرمای طاقت فرسا گرسنه، تشنه، گرمازده و بیمار به حال خود رها شدند. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر بی‌نظمی، نبود امکانات حمل و نقل در مرزهای ایران و مشکلات گسترده بهداشتی در مسیرها منتشر شده بود. یه طرح دیگه واکسیناسیون اینجا می‌بینید. لیوان شیشه‌ای، شربت زعفران و پرتقال. این گوشه‌ای و بسیار مختصر از چند شبکه که این ایام به ویژه در موسم اربعین تمام توان خودشون رو به کار میبرن برای اینکه تبلیغات مسموم انجام بدن و حالا عرض میکنم خدمتتون این شبکه هایی که خودتون دیدید در تصویر و شنیدید بسیار زیاد هست با تیترهای مختلف میتونید در یوتیوب هم حتما دیدید در فضای مجازی هم دیدید این تبلیغات مسموم در این شبکه های ماهواره‌ای ضد دین دی بی سی، ایران اینترنشنال، وی او ای و منوتو و دیگر شبکه هایی که فعالیت میکنن و تبلیغات مسموم دارن در این ایام. خب تماس فصل میکنید کارگردان به من اطلاع بدید. بله ممنونم. این صحبت ها رو دیدید در این شبکه ها و متاسفیم از اینکه نظیر این صحبت ها و کلیپ ها و ویدیوهایی که در این شبکه های ضد دینی منتشر میشه و تبلیغات مسموم نظیرش رو در صدا و سیمای ایران هم داریم میبینیم. متاسفانه کلیپ های بسیار زیادی پخش کردن چه در فضای مجازی چه در صدا و سیمای ایران و برای منصرف کردن مردم از شرکت در زیارت اربعین حسینی تا این حد که میگن تماس بگیرین با بستگانی که در مسیر هستن هنوز به مرزها نرسیدن تماس بگیرین اونها رو منصرف کنید بازگردن. چرا؟ چرا؟ دلیل این همه فعالیت و تلاش چی هست؟ خب حالا برخی از اونها رو خدمت شما پخش خواهم کرد که این تبلیغات مسموم با چه اهدافی انجام میشه چه از طریق شبکه های ضد دینی چه از طریق صدا و سیمای ایران و در فضای مجازی هم فعالیت هایی که میکنن رو خدمتتون عرض خواهم کرد. یک ویدیوی دیگه من خدمت شما پخش کنم و صحبت میکنم بعد. ویدیویی که شاید شما هم دیده باشید در صدا و سیمای ایران پخش شده و در فضای مجازی هم بسیار روش مانور دادن همین خبرگزاری ها و همین شبکه های اجتماعی مربوط به ایران. خانومی که میگه من خودم کربلا رفتم در زیارت اربعین و در کربلا آب برای استحمام نبود، حتی آب برای خوردن نبود، امکانات نبود. بریم حالا با هم ببینیم. رسید زیارت کنید یا خیر؟ بله زیارت کردیم، تاریخی هم زیارت نبود ولی کلن اونجا منطقه عراقی منطقه خوشحالیه. آب نیست برای استحمام، برای دستشویی، برای حتی خوردن آب ما با کمبود آب مواجه بودیم. بعد از راز مرکبا هم همینجور خیلی امکانات خب قبل از اینکه من حرفی بزنم اجازه بدید که پاسخ این سوال رو از زائرانی که اینجا در کربلا هستند در خیابان قبله امام حسین علیه السلام و مقابل ایستگاه پخش زنده مجموع رسانه امام حسین علیه السلام هستند بپرسم. خدمت شما عرض کنم که زیارت هاتون قبول باشه ان شاء الله.
این ویدیوهایی که دیدید پخش کردیم دارن منتشر میکنن در شبکه‌های ضد دینی، شبکه‌های بی بی سی، ایران اینترنشنال، من و تو و در صدا و سیمای ایران. این کلیپ‌ها و این ویدیوها پخش میشه، میگن که در کربلا امکانات نیست، موکب‌ها به دلیل ازدحام جمعیت خدمت رسانیشون ضعیفه و حتی آب برای خوردن در کربلا نیست. پاسخ شما چیه؟ بلندتر بگید. دروغه؟ خب این پاسخ زائران امام حسین علیه السلام رو میشنوید، میگن دروغه. اجازه بدید شما زائرا زیارت اربعین امام حسین علیه السلام که اومدید میدونستید هوا گرمه یا نه؟ میدونستید سختی داره یا نه؟ من به بیننده ها عرض کردم این میلیون ها نفر میان با علم و آگاهی، میدونن هوا گرمه، میدونن که پای پیاده بیان پاشون تاول میزنه، اومدن که مواسات با ام المصائب بکنن، اومدن که مواسات با رقیه خاتون بکنن، اومدن اینجا که مقابل حرم سید الشهدا علیه السلام رو به حرم بشید. همه شما پاسخ شما به این تبلیغات مسموم، این تبلیغات مسموم میخواد مشایه و زیارت اربعین امام حسین رو سیاسی بکنه. شما به جهانیان نشون بدید، به میلیون ها بیننده شبکه امام حسین نشون بدید که اومدید اینجا فقط به یک نفر لبیک بگید، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. شهدا علیه السلام هم طی روزهای آینده مشرف بشید به کربلا و این موکب‌های عزاداری و این فضای بسیار حزن‌آلودی که در شهر کربلا حکم فرما هست رو خودتون تجربه کنید و در کربلا عزاداری کنید در ایام اربعین سید الشهدا علیه السلام. خب هم از شبکه‌های ضد دینی
براتون مقاطعی رو پخش کردم، هم از صدا و سیمای ایران و چند نمونه دیگه هم داریم. حالا ببینم که تماس رو میدید الان؟ آی کارگردان صدای من رو دارید؟ تماس رو میدید الان؟ بله ممنونم. من این چند مورد رو خدمتتون عرض کنم تا اینکه عذرخواهی میکنم از بیننده های محترم که تماس هاشون رو وصل خواهیم کرد. غیر از شبکه های ماهواره ای ضد دینی، همین بی بی سی، ایران اینترنشنال، مناطو، یو ای، این شبکه هایی که برخیش رو نشون دادیم مقاطعش رو، و غیر از فعالیت در صدا و سیمای ایران در فضای مجازی هم فعالیت ها هست، تبلیغات مسموم انجام میشه و عاشقان امام حسین علیه السلام آگاه هستند، میدانند این تبلیغات با چه اهدافی هست و اگر بنا بود اثرگذار باشه تبلیغات مسموم بی بی سی و ایران اینترنشنال و من و تو و این شبکه ها، این جمعیت الان کربلا نبودن. اگر قرار بود که این تبلیغات مسموم در فضای مجازی اثرگذار باشه، الان بیش از 25 میلیون جمعیت نمی اومدن کربلا. این جمعیت میلیونی که در مسیرهای مشایع میبینید، از دیوانیه، از حله، از بغداد، از نجف، مسیرهای مختلفی که میبینید، جمعیت میلیونی سیلاسا در راه شهر مقدس کربلاست. این تبلیغات مسموم ابتدای برنامه هم عرض کردم جدید نیست، همیشه بوده، از زمان بنی امیه بوده، بنی عباس بوده، بنی مروان بوده، پیروانشون هم تا الان دارن پیروی میکنن و همون روش رو در پیش گرفتن. فقط حالا قرن 21 با قرن نمیدونم چندم، خیلی با 1400 سال قبل متفاوته دیگه، روش ها آپدیت شده. در شبکه های ماهواره‌ای تبلیغ میکنن، در فضای مجازی تبلیغ میکنن و این نکته رو راجع به فضای مجازی خدمتتون عرض کنم. اول کارگردان میتونید نشون بدید دوربین مخفی رو؟ دوربین مخفی رو ببینیم تا خدمت شما عرض کنم که در فضای مجازی هم چه اتفاقی داره میفته. چند دقیقه ای که دوربین مخفی هست رو تقطیع میکنن، ترجمه میکنن به فارسی و در فضای مجازی فارسی زبانان منتشر میکنن. چیزی که در فضای مجازی فارسی زبانها دیده میشه چند ثانیه ای هست که یه شخصی زائر ایرانی میاد به موکبدار میگه آب میخوام، موکبدار آب بهش نمیده و جلوی این آب رو زمین هم میپاشه. اما حقیقت ماجرا چیه؟ حقیقت ماجرا اینه که چیز جدیدی نیست، در فضای مجازی عرب زبان‌ها هر سال دوربین مخفی‌های متنوع و مختلفی ضبط می‌کنن، آماده می‌کنن برای فرهنگ سازی و دیدن واکنش مردم و در فضای عربی، فضای مجازی عربی منتشر میشه. موضوع‌هاش هم مختلفه، فقط این یه مورد نیست که وایرال شده و ترجمه به فارسی شده، موردهاش هم مختلفه با موضوع مثلا یکی از اهل تصنع. اینا همه بازیگر هستند، عرض کردم دوربین مخفیه، با موضوع اهل تصنع مثلا یکیشون در نقش اهل تصنع میخواد بره وارد یه موکب بشه، میگه که من اهل تصنع هستم، میخوام توی این موکب نماز بخونم. دو نفر از همین بازیگرا میان و او رو تردش میکنن از موکب، تو سینش میزنن برو اینجا جای اهل تصنع نیست، اینجا اینطور واکنش مردم که اونجا هستن رو میبینن، ضبط میکنن و منتشر میکنن این دوربین مخفی رو برای فرهنگ سازی. موضوعهاش عرض کردم مختلفه
و عاشقان امام حسین علیه السلام فریب این چیزها رو نمیخورن که و یک کار دیگه نخنمایی هم شده این که تقطیع کنن یه چیز یه فیلم 30 ثانیه‌ای بخواد مثلا کسی رو از زیارت امام حسین منصرف کنه. واقعا این کارها نخنما شده و عاشقان امام حسین علیه السلام آگاه تر از این صحبت ها هستند که با تقطیع یک فیلم 30 ثانیه‌ای بخوان فریب بخورن و این از این مطلب که از این نوع فعالیت هم انجام میشه. ببینید فکر همه جا رو کردن، هم در شبکه های ماهواره‌ای ضد دین، در شبکه من و تو، در بی بی سی، در ایران اینترنشنال دارن تبلیغات مسموم انجام میدن بر علیه مشایع زیارت اربعین و زائران امام حسین علیه السلام، هم در فضای مجازی، هم در صدا و سیمای ایران، همه اینها داره انجام میشه. و یه مطلب دیگه هم میخوام خدمتتون عرض کنم که همین روز گذشته، یعنی دیروز و امروز، دو روزه یه مطلبی رو شایع کردن. شاید از زائرانی که اینجا باشن از اینترنت نداشته باشن و از فضای مجازی مطلع نباشن. یکی از شایعه هایی که از دیروز تا به امروز در فضای مجازی دارن منتشر میکنن اینه که در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام کنار ذریح امیرالمؤمنین، دیدید شما؟ دیدید کنار ذریح امیرالمؤمنین از بس ازدحام زنان و بانوان بوده، یک بانو، یک زائر ایرانی جونش را از دست داده، فوت شده و حرم امیرالمؤمنین به روی بانوان بسته شد، فقط مردها میتونن برن حرم امیرالمؤمنین. ببینید که بلا فاصله حرم امیرالمؤمنین واکنش نشون داد، در تمامی صفحات رسمی متعلق به عتبه علویه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند و تکذیب کردند این شایعه رو. نشون بدید آقای کارگردان، بیننده های محترم هم ببینن این صفحه رسمی عتبه علویه در اینستاگرام هست که بلا فاصله واکنش نشان داد و تکذیب کرد این خبر رو که شایعه کردند و گفتن که در حرم امیرالمؤمنین دیگه بانوان رو راه نمیدن و فقط مردها میرن. ببینید در همین متن هم نوشته شده که همه میدونن که ازدحام هست، ازدحام شدید هم هست و برخی ممکنه تنگی نفس هم بگیرن، نه فقط در حرم، در مسیر مشایع، در زیر آفتاب و گرما. اینها رو همه عاشقان امام حسین آگاهی بهش دارن، نه اینکه کسی فریبشون داده باشه، بهشون گفته باشه که برین اربعین کربلا در رفاهید و اومده باشن اینجا و دیده باشن که عجب هوا گرمه و ازدحامه و جمعیت چند میلیونی. و یک ویدیوی دیگه هم خدمت شما پخش کنم بیننده های محترم که راجع به مسئله ای هست که دست آویز و دست مایه هجوم شبکه های ماهواره ای ضد دینی به زیارت اربعین امام حسین و مشایع اربعین شده و اون مسئله اینه که میگن کشور ایران پول مردم ایران رو داره در عراق، در اربعین داره هزینه میکنه و خرج میکنه. این صحبتیه که زیاد شنیده میشه در شبکه های بی بی سی و ایران اینترنشنال و من و تو و این شبکه های ضد دینی دارن روش مانور میدن و فعالیت میکنن. دو تا نکته میخوام خدمت شما بیننده های محترم عرض کنم. اولین نکته این که هدف مهم این شبکه های ضد دینی سیاسی کردن زیارت اربعین امام حسین، همونطور که حجاب رو سیاسی کردند و نتیجهش رو میبینید در کشور ایران حجاب به چه گونه ای شد. نمیخوام حالا راجع بهش صحبت کنم، میخوان زیارت اربعین امام حسین علیه السلام رو با منسوب کردن به دولت ایران میخوان سیاسیش کنن. اما واقعاً چه تعبیری براشون به کار ببرم، اینقدر نادان هستند و جاهل هستند، نمیدانند که عاشقان امام حسین علیه السلام همه این مطالب رو آگاهن، چون اینجا خودشون در کربلا حضور پیدا میکنن. ایرانی ها میبینن که این خدمات رو عراقی ها با جان و دل دارن انجام میدن، اما خدمات کشور ایران. من حرفی نمیزنم، این ویدیو رو با هم ببینیم. گلایه یکی از منکبداران هست از ستاد اربعین.
یه قالب یخ دادن به من. حاجی ناراحت میشم، من حق دارم. اونجا از مردم شماره حساب دادن، 80 میلیون جمعیت ایران پول ریخت به حساب که یخ بدید بینا، آب بدید بینا، خوب خوب. آقای سازمان فاضلاب اعلان کرد که من تامین آب هستم، من کمیته آب هستم، من کمیته خوب. من الان 10 روز خدمت دارم، یک قالب یخ نیست، پولی هم نیست که من بیام از بازار بخرم. شما برو 100 دلار پول بخر، یاد بخر، هر قیمتی بخر، من بگردیم. ارزه نده چه دعوت کرده؟ چرا شما رو حساب کرده 80 میلیون جمعیت پول میرسه به نام آب؟ روزی 4 بار 5 بار من خودم اسمش میمد که آقا شما رو حساب خویش آب کو، این آب کجا رفت؟ این پول کجا رفت؟ آدم میناره میبینه ناراحت میشه آزیزه قربونه. من جا ندارم، خواب مشکلی نیست، همینجا سر پا دارم. من خادمم جا نداره، مشکلی نیست، برای یه دونه پردهشو میتونم بکشم اونجا. آقای من گوشواره مردم میگیرم از اونجا، خودم شاخه یه ستادم، علنگوی زن میگیرم میارم اینجا رو بیسازن. اگر نمیتونم یه دونه سایمان یک مورد مسئله پویش آب و میلیاردها تومان پولی که از مردم ایران گرفته شد به خاطر عشق و علاقه شون به امام حسین علیه السلام و وعده داده شد که قرار موکب‌های ایرانی در کربلا و در راه مشایع آب خنک به زوار بدن، که این یکی از ده‌ها موکبدارهایی است که فیلم‌هاشون این چند روزه در شبکه‌های اجتماعی پخش شده که میگن حتی یه قالب یخ ستا در بین به ما نداده. این پول‌ها کجا رفت؟ آقا این حق مردمه که بدونن به اسم امام حسین از اونا پول گرفتن، پویش آب راه انداختن. چپاول به نام دین، به نام امام حسین تا کی؟ ظلم به مردم به نام دین و به نام امام حسین تا کی؟ آقا این حق مردمه که بدونن میلیاردها تومان پول دادن به عشق امام حسین که زائر ابا عبدالله سیراب بشه با آب خنک. موکبدارها اینجا دارن میگن که آقا یه قالب یخ هم حتی ستاد اربعین به ما نداده، کدوم کمک، کدوم پول؟ تبلیغ کردن، پول گرفتن و شبکه‌های ضد دینی، بی بی سی، من و تو، ایران اینترنشنال، این شبکه‌ها الان بر طبق اون تبلیغات دارن میگن که پول مردم ایران داره تو عراق هزینه میشه و خرج میشه. یه مسئله دیگه، سایت سماح راه انداختن، پول گرفتن از مردم بابت هزینه بیمه. آقا من از صدها نفر این چند روز زواری که میان دفتر شبکه امام حسین علیه السلام، از صدها نفر پرسیدم، شمایی که نمیدونم 2 میلیون 2 میلیون این چند نفر ثبت نام کردن تو سامانه این سما، گفتم از شما کسی اصلا از مرز زمینی پرسید که کارت عبور سماحت کو؟ میگه اصلا کسی از ما نپرسید. الان زائرانی هم که اینجا هستن دارن میگن نه کسی از ما نپرسید. بعدم که اعلام کردین که دیگه کارت هم صادر نمیشه، میلیاردها تومانی که سامانه سماح ستاد اربعین از مردم گرفت بابت هزینه بیمه کجا رفت؟ کجا داره صرف میشه؟ کاری کردید که شبکه‌های ضد دین دارن میگن پول مردم ایران داره تو اربعین هزینه میشه. این زائران ایرانی اینجا هستن، این هم گلایه موکبداران که ما هر روز باهاشون در ارتباط. اصلا شما در فضای مجازی میبینید دیگه، ده ها کلیپ ازشون پخش شده و گلایه مندن که ستاد اربعین کو؟ میلیاردها تومانی که پول گرفت کو؟ چرا نمیاد به ما بده که ما هزینه کنیم برای دوباره اربعین؟ این حق مردمه که این از این مطالب آگاه بشن و اطلاع رسانی بشه بهشون. رئیس ستاد اربعین با
باید اطلاع رسانی بکنه به مردم که این پولها کجا رفت، این چند میلیاردی که مردم با عشقشون به امام حسین به خاطر عشقشون دادن این پولها کجا رفت و این حق مردمه. همین مطلب الان دستاویز شبکه های ضد دینی شده و میگن که هزینه 40 و پول مردم ایران داره در 40 هزینه میشه، در صورتی که ظاهران اینجا هستن. شما بیننده های محترم هم خودتون یا مشرف شدید یا ظاهر دارید، ازشون بپرسید این موکب های عراقی چگونه با جان و دل دارن هزینه میکنن و اصلا خبری از ستاد 40 اینجا نیست. من فقط در این تایم محدود چند نمونه کوتاه و مختصر رو خدمتتون پخش کردم از شبکه‌های ماهواره‌ای ضد دین، از برخی تبلیغات مسموم در فضای مجازی، در صدا و سیمای ایران و مسائلی که مربوط به ستاد 40 هست و این مطلبی که دستاویز شده برای شبکه‌های ماهواره‌ای ضد دینی که هزینه‌های داره انجام میشه از طرف ستاد 40 و این پول‌هایی که مردم ایران دادن دارن تو عراق هزینه میکنن، مردم ایران از نظر اقتصادی فلانن و این صحبت‌هایی که داره میشه و سوء استفاده میکنن. به من میگه چقدر تایم دارم کارگردان؟ ببینید بیننده های محترم، مشای و زیارت 40 امام حسین علیه السلام در طول 14 قرن گذشته همیشه مستقل بوده. مشای و زیارت 40 همیشه مستقل بوده، اتفاقا با مخالفت و سنگ اندازی و مشکلات دولت ها و حکومت ها هم همراه بوده. هیچ حکومت و هیچ دولتی در طول تاریخ تا به حال نتوانسته مشای 40 و زیارت 40 امام حسین علیه السلام را مصادره به مطلوب کنه. بله یه زمانهایی پیش میاد که موج سواری میخوان بکنن، این جمعیت میلیونی رو که میبینن دولت‌ها به طمع میان، حکومت‌ها به طمع میان میخوان موج سواری کنن، یه موج سواری موقتی هم انجام میشه و مفتزهانه دستشون رو میشه. همه دنیا متوجه میشن که اون فعالیت‌های مشبقانه برای زیارت امام حسین فقط موج سواری بوده برای استفاده از این جمعیت میلیونی برای سیاست بازی‌های کثیفشون بوده و عاشقان امام حسین علیه السلام آگاه هستند، میدانند که شبکه‌های ماهواره‌ای ضد دین با هدف سیاسی کردن زیارت 40 امام حسین علیه السلام میخوان تخریب کنند این زیارت رو، میخوان این مشایع رو تخریب کنند و عاشقان امام حسین علیه السلام پاسخشون به شبکه های بی بی سی، من و تو، ایران اینترنشنال، شبکه های ضد دین فقط یک چیزه، تصویر
زائرانی که اینجا مقابل ایستگاه پخش زنده مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام هستند رو میبینید. شبکه های ماهواره‌ای دارن تبلیغات مسموم میکنن که تخریب کنن زیارت اربعین امام حسین علیه السلام رو، و زائران اینجا تصویرشون رو میبینید. میلیون ها نفر بیننده شبکه امام حسین علیه السلام شما رو میبینن. خواهش میکنم که رو به حرم امام حسین علیه السلام به جهانیان اعلام کنید که شما اینجا آمدید که فقط به یک نفر لبیک بگید. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،